سلام، سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران که به تماشای این برنامه سرزمین ما، برنامه ویژه گروه تفسیر خبر نشسته اید. در این برنامه چون برنامه های پیشین سرزمین ما میپردازیم به آنچه که در ارتباط با اقوام مختلف گوناگون در ایران زمین میگذرد، مطالبات آنها، اقداماتی که احتمالاً حکومت ایران برای تأمین خواستهای آنها انجام داده یا نداده است و نیز نگاهی خواهیم انداخت به نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحدان، چه که حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت. آیا آنچه که آقای روحانی در سازمان ملل متحد گفته است زمینه‌ای برای برطرف ساختن مسائل موجود در روابط ایران با جهان آزاد است؟ آیا آنچه که آقای حسن روحانی در سازمان ملل متحد گفت نشانه‌ای از آن دارد که دولت او گامی اساسی، روشن و عملی در تأمین خواست‌های اقوام ایرانی بردارد، مردمان بلوچ را از آب آشامیدنی و بهداشت لازم برخوردار سازد، همچنان که ایرانیان عرب تبار را در خوزستان که دچار محرومیت‌های بسیار هستند از زندگی شایسته انسانی برخوردار کند؟ آیا آنچه که آقای حسن روحانی گفت یا دولت او میگوید زمین ساز برطرف ساختن دیگر مسائل اقوام ایرانی نیز هست، خواستهای آنان را تأمین خواهد کرد؟ این پرسش ها را در میان میگذاریم. در نیمه نخست سرزمین ما با آقای رضا حسین بور، فعال سیاسی بلوچ در استودیو، و آقای یاسین اهوازی، عضو کمیته مرکزی حزب تضامن دموکراتیک اهواز، که از طریق اسکایپ از اسکاندیناوی با من و شما عزیزان خواهند بود در نیمه نخست سرزمین ما. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خوش اومدید آقای حسین. تشکر میکنم. سلام و درود بر شما و بر بینندگان. بذارید از اینجا شروع کنیم. ببینید چند روزی گذشته، روز شنبه است نخستین پخش ما که این برنامه دارم، بینندگان میبینن، از صحبت‌های آقای حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. یکی این، دو، مجموعه صحبت‌هایی که از زمان تشکیل دولتش زده تا به حال، چشمانداز چی میبینید؟ راهگشای حل مسائل منطقی دست کم هست؟ مسائل مردمان بلوچستان، سیستان؟ نه، مطلقا هیچ نشانه ای از عملکرد وجود نداره، ولی صحبت های زیادی شده از زمان انتخابات تا اکنون. صحبت ها مرتب و پشت سر هم تکرار میشه، ایشون در هر کجای دنیا که میرند یک سری حرفا رو تکرار میکنند، ولی در عمل وقتی که میبینیم هیچ تغییری انجام نشده. من جمله ایشون میگفتند که مثلا اقوام در مدیریت ایران شرکت میکنند، مشارکت خواهند داشت. خب هیچ کسی از اقوام اهل سنت در مدیریت کشور در سطح وزیران مشارکت داده نشد. بعدن گفتند که نه، در سطح معاونان وزیر مشارکت پیش میاد، ما هیچ نشانه ای از معاونان وزیر هم نمی بینیم. بعدن گفتند که در سطح استانداران این کار خواهند شد. الان اتفاقا به توافق رسیده اند که استانداران در بلوچستان و در چند تا استان دیگر مثل خوزستان حتما بومی نباشند و از جاهای دیگر بیارند. بنابراین نه تنها اون قولهایی رو که دادند انجام نشد، در عمل بدتر هم شده و میزان اعدامها به شدت در این مناطق اضافه شده. یعنی چی به شدت؟ یعنی مثلا چند روز پیش 5 تا بلوچ اعدام کردند، 3 روز پیش، 2 روز پیش 4 نفر رو در کرمان اعدام کردند. اعدامها در سر تا سر ایران همچنان
ادامه داره و در بلوچستان هم برخوردهای نظامی معمولا تیراندازی میشه به طرف مردم که اونها رو اصلا و ابدا مطرح نمی کنند. همین چند روز پیش، چهار روز پیش، یک مولوی رو، یک عالم سنی بلوچ رو در کویته پاکستان ترور کردند. چند روز پیش از اون یک ترور کرد؟ اون جمهوری اسلامی. مطمئنی؟ نشانها همه از اونه که یک مولوی که از ایران خارج شده رفته در پاکستان در یک کنج زندگی میکنه. اون البته قبلا حرفایی زده، اعتراضاتی به جمهوری اسلامی کرده بود و بعدا هم دید که شرایط مناسب نیست، از کشور خارج شد. چند روز پیش دیگه یک نفر دیگری رو از در پاکستان در نزدیکی مرز اونجا هم کشتن. در پاکستان و ممکن نه، یعنی ماموران جمهوری اسلامی یک بلوچ ایرانی رو اومدن در پاکستان کشتن و رفتن. اسناد مدارک دارید؟ مردم همه اونجا شاهدن، در دی منطقه به نام تربت میبینند که عده‌ای کشتند و دوباره حرکت کردند به طرف مرز ایران. پس تغییر نکرده به گفته شما، نظر شما هست و بسیاری چون نظری دارن البته. به اتفاق شما میریم به اسکاندیناوی. سلام میگیم به آقای یاسین اهوازی گرامی. این توضیح رو هم بدم، همستانی عزیز بنده آقای یاسین اهوازی، هرچند فامیلشون اهوازی هست، اهل آبادان هستند. بله سلام به شما. منم سلام میکنم به شما آقای چالنگی و مهمانتون آقای حسین‌بور و دیگر دوستان و بینندگانتون. آقای احوازی عزیز، همین پرسش از شما داریم. آنچه که آقای روحانی تا کنون گفته، چه در داخل ایران چه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آیا راهگشای این هست دست کم ابتدایی ترین حقوق مردم در منطقه، کس و کار کسانی ایرانیان عرب تباری که به اعدام محکوم شدن، که ببینن آقا جرم این بچه ها چی هست، چه کردن چه نکردن؟ این همه از کرامت انسانی در سازمان ملل متحد دم زدن و صحبت کردن بسیار خوبه، اما کرامت انسانی در خوزستان آیا از سوی دولت آقای احمد، آقای روحانی مورد توجه هست یا نیست؟ در این لحظه که من با شما صحبت میکنم، خبرهایی اومده از اقلیم اهواز که مردم دارن آرام آرام چهره اصلی آقای روحانی رو که همون چهره به اصطلاح نظام ایران منتها با ادبیات دیگر، ادبیات جدید دیگه هست، دارن میشناسن. در دوره هم یک ماه اخیر، از به خصوص دو ماه اخیر که آقای روحانی رئیس جمهور شده، یک ماه نیم اخیر تا این در 24 شهریور، در زمانی که ایشون حرف از اعتدال و دادن حقوق اقوام میکرد، دو جوان عرب اهوازی به اعدام محکوم شدن از جوانان عرب شهرستان شوش و یک نفر دیگه هم حکم 25 سال حکم زندان گرفت. خب ببینید، شاید این دلیل رو بیارن یا این توجیه رو که ما به وقت بیشتری نیاز داریم، نیاز هست زمان بیشتری بگذره، چرا اعتماد نمی کنید شما؟ این پرسشی است که ممکنه اعضای دولت آقای روحانی، حجت الاسلام روحانی، از شما بپرسن. بله، جواب مردم، جوانان، زندانیان، خانواده آنها و بنده با آقای روحانی این است که در سال 2003 در این 9 ماه اخیر به اعدام محکوم شدن در اقلیم اهواز عرب ایرانی. هیچ کلم از این افرادی که اعدام شدن، دادگاه نتوانسته یک مدرک علیه اتهاماتی که وارد شده را ثابت کنه، مثل اقدام علیه امنیت ملی، محاربه با خدا و غیره. تمامی این افراد، 11 نفر که جوانان هستند، فعالان مدنی فرهنگی، بر حسب اطلاعاتی که حتی خود دادگاه به اونها دست یافته بودند و هیچ نوع اقدام قانون اساسی ایران و برخلاف امنیت ایران نکرده بود، تنها خواستگاه آنها فرهنگی و مدنی بوده در چارچوب قانون اساسی خود جمهوری نظام جمهوری اسلامی ایران. به خصوص بهتون بگم که دو نفر اخیر به نام آقای علی چب و سید یاسین موسوی که از عربهای شوش هستند، دستگیر و حکم اعدام به اونها در 11 نوامبر 2011 دستگیر شدن در یک محفل شعرخوانی و
24 شهریور حکم اعدام اونها صادر شد از دادگاه دوم شهر اهواز توسط قاضی محمد جواد موسوی که تا حالا حکم اعدام بیش از 20 نفر رو صادر کرده. در بین ها اتهام آنها از آنها تحت شکنجه اعترافاتی گرفتن که در انفجارهای گاز شرکت داشتن، در صورتی که آقای افشین رئیس مدیر عامل شرکت گاز نفت ایران و همچنین آقای عبدالرضا سباق رئیس مترقبه چیش میگن این حوادث غیر مترقبه اعلام کرد که این دوله های گاز به دلیل فنی و پوسیدگی و کهنگی که بیش از 40 سال عمر دارن این انفجار رخ داده و آتش سوزی به وجود آمده و هیچ ربطی به این دو جوان عرب ندارن. با این وجود نه گوش شنوایی متاسفانه دولت آقای روحانی و نه دادگاه های نظام جمهوری اسلامی به این چیزها بدهکاره و دائم حکم اعدام صادر می کنن و متاسفانه ما اقوام ایران بزرگترین صدمه را و اعدامات و به اثر فشار را در این دوران هم به مانند دوران آقای احمدی‌نژاد داریم تحمل می کنیم. بله اشاره کردن آقای یاسین اهوازی، شنیدید، بی مناسبت هم نیست که من به اشاره کنم به نامه مادری رنج دیده. مادری رنج کلمه کمی است، قطعا مادر که دادخواهی کرده، مادر ستار بهشتی، نامه ای که به آقای روحانی نوشته، چیزی که خواسته اینه که فرزند ایشون کشته شده در زندان، ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس، این داغی بزرگ است بدون تردید برای هر پدر مادر، همه هر عزیزی رو به این شرکت دست میده و بعد نمک پاشیدن بر زخم این چنین عمیق، یعنی مادر ببینه که قاتل فرزندش راحت راست راست برخوردار از امنیت را میره زندگی میکنه، از عدالت هیچ خبری نیست و چه بسا که حتی جایزه ای هم گرفته باشه، قاتل یا قاتلان ستار بهشتی. بی مناسبت نبود این نکته نیز اشاره کنم، نکته که چه عرض کنم به این رنجنامه مادر ستار بهشتی و فراتر از کلمه رنج و درد. اما آقای حسین بور عزیز، هیچ کدوم از ما دنبال تفرق اندازی بین شیعه اهل سنت فارس، عرب، آذری، کرد، بلوچ نیست، فکر نمی کنم، نه شما، نه آقای اهوازی، نه هیچ کدوم از ما. تمام تلاش ما در این هست که یک فضای ایجاد بکنیم که بگوییم یک سری کارها هست که موجب همبستگی ملی است و یک سری کارها هست که موجب تفرقه ملی است. من جمله از اون کارهایی بود که اخیراً آیت الله قزوینی در یک تلویزیون اعلام کرد که دختران بلوچ رو برای جهاد نکاحی به سوریه فرستادند، یعنی خود بلوچ ها اومدن دختره خودشون رو جمع کردند و بردن به سوریه، که شما از این حرف واقعا توهین آمیزتر نمی شود پیدا کرد در قاموس فرهنگ بلوچستان که اصلا یک خلاف فساد جزئی هم وجود نداره. گفتن این حرف ها طبیعتاً به اون ستون فقرات این مملکت لطمه وارد میکنه و شکی نیست. بله، من جهاد نکاحی رو فقط توضیح بدم برای برخی از بینندگان که احتمالاً نمیدونن، این استش که در جریان جنگ داخلی سوریه چندی پیش گروهی از برخی از کشورهای عرب، بانوان یا زنان یا دخترانی که وابسته به القاعده بودن یا زیر نفوذ القاعده بودن و شبکه تروریستی القاعده اعلام کردن برای همرزمی با بقیه اعضای القاعده که احتمالاً در سوریه هستن یا در اونجا می جنگن، حاضرن برن در اونجا به نکاح یا عقد موقت یا هرچی که هست در بیان با اون جنگنده ها یا تروریست های القاعده. اما پرسش من چیز دیگه هست. بله. کنار این موضوع ببینید، این پرسش رو گفتم، مقدمش اینه که کسی خواستار تفرقه اندازی نیست، ولی
این حکومتی که دم از وحدت میزنه، وحدت اهل سنت و شیعه و همه، ببینید آقای فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح حکومت ایران راجب سخنرانی حسن روحانی در سازمان ملل اینو میگه، عقلانیت روحانیت شیعه در چهره رئیس جمهور در سازمان ملل درخشید. خب اگر ایشون رئیس جمهوریه به قول خودش ملت ایران هست، درست؟ بله. خب ملت ایران هم شیعه داره، هم سنی داره و هم بقیه مذاهب، ادیان، زرتشتی و بقیه. حالا میگیم بهائیت رو یا بهائی رو، دین بهائی رو به رسمیت نمیشناسه حکومت ایران، خیلی خوب. اما این توهین‌آمیز نیست؟ یعنی این عقل، یعنی الباقی صاحب عقلانیت نیستن؟ این چیه؟ این تفرقه اندازی نیست؟ این دقیقا تفرقه اندازی هست و عقلانیت هم باید دید که در کدوم مذاهب و دین ها بیشتر هست، در کجاها کمتر هست، کدوم مذهب بیشتر بر اساس خرافات مبتنی است، کدوم یکی کمتر. ولی او می توانست و چون در اینجا اصولا ثابت کردن این موضوع هست که تشیع بر حق و عقلانی هم هست و بنابراین هر میدونید هر نظامی، هر کسی یک مکانیزمی برای حکومت پیدا میکنه. اینها اومدن این مکانیزم پیدا کردند و الان دارن طوری تبلیغ میکنند که این هم واقعیت داره هم حقیقت داره و بنابراین هیچ گونه شک و تردیدی درش نیست و این دقیقا توهین هست به هم سنی ها، هم به مذاهب دیگر، هم به همه ایرانی ها. برای اینکه الان ما میدونیم دقیقا که نظام در مقابل ایرانیت قرار گرفته و فرهنگ ایران. خب آقای اهوازی، اساسا چه اصراری داره حکومت ایران که هر وقت اولین بار رئیس جمهورش به سازمان ملل میره باید بدرخشه؟ اون محمود احمدی نژاد که مدعی شد یه حاله نوری دور سرش میدرخشید، ایشون هم به گفته آقای فیروزی که آدم کم وزنی دست نیست در جمهوری اسلامی، ما تصویر آقای فیروزی رو ببینیم، آقای فیروزی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است. این عقلانیت شیروانیت شیعه، اونم نه تازه خود جماعت شیعه یا مردمان شیعه، روحانیت شیعه، یعنی عقلانیت آقای جنتی، عقلانیت آقای خلخالی، عقلانیت بقیه حضراتی که همه مردم ایران میشناسن در چهره رئیس جمهور ایران، در رئیس جمهور ایران هم نگفتن، در سازمان ملل درخشید. چی از قضیه؟ همه ما میدونیم و حتی بهتر از همه خود نظام ایران میدونه که از نظر سیاسی و چه سیاسی و به اصطلاح نفوذ سیاسی در منطقه و جهان رنج میبره، به دلیل سیاست های غلطش، به دلیل حمایتش از تروریست، به دلیل نقض حقوق بشر و به دلیل اینکه در سیاست های اتمی خواهان برتری جویی در منطقه هستش، نهایتا از نظر سیاسی وجهش به اصطلاح بسیار بسیار کم شده. حتی در بین نیروهایی که طرفدار شخصا داره کم کم وشه خودش از دست میده و این نشان دهنده این هستش که اختلافاتی که در درون نظام و ابصلاح عقب افتادگی که نظام در سرکوب در مردم داره در داخل، سعی میکنم چهرهای به وقتی که به در خارج بیاد و به خصوص مجموعه سازمان ملل متحد از خودش چهره به اصطلاح دموکراتیک و آزاد و اینکه طرفدار حقوق انسان هست نشون ده. در زمان احمدی‌نژاد همه شما ها شاهد بودید که چه حرفایی با چه ادبیاتی میزد. دیروز هم که آقای روحانی هم رفت آنجا و سخنرانی کرد، متاسفانه اونطور که کارشناسان میگن و همطور اونچه که ما خودمون شاهد بودیم، آن چیزی که ما انتظار داشتیم و ته این مدت یک ماه آقای روحانی و تیم امنیتی و سیاسیش تبلیغ کرده بودن که سخنرانی بسیار متمایزی از سخنرانی های دیگر احمدی نژاد و یا نظام ایران خواهد بود، چیزی ارائه نداد. بدتر از همه هیچ نوع پیشنهادی هم در رابطه با برنامه اتمیش که یکی از مشکلات جهانی است و به مردم ایران هم برمیگرده در رابطه با بحران های اقتصادی، هیچ پیشنهادی ارائه نکرد. این نشان میده که رژیم ایران هنوز با همون
سیاست‌های به اصطلاح مزورانه چه در داخل و چه در خارج بفرمایید ادامه میده و توقعی جز این که با توقعی جز این که به اصطلاح دنیا باید به حرفاش گوش بده در حالی که خودش در داخل و خارج هیچ نوع تعهد سیاسی و انسانی و حقوق بشری رو متحمل نمیشه داشته باشه. خب این از خصلت نظام ایران هستش، به دلیل اینکه در نظام ایران ما دارای به اصطلاح یک رهبری خاص نیست. گفته میشه که خامنه ای اونجاست، ولی خامنه ای تنها تصمیم گیرنده نیست به نظر بنده. سپاه پاسداران و گروه ها و سکت ها و مافیاهای بسیاری هستند که هر کدوم قسمتی از ایران، قسمت اقتصادی ایران و سیاست ایران اداره میکنن و بازی آقای خامنه ای که در میبینیم که بر بین اینها سه آلا کلنگ به چپ و راست میره، نشان دهنده از این هستش که آنها در تصمیم گیری هاشون در سرکوب مردم ایران هیچ نوع تغییراتی ندادن و آمدن آقای روحانی هم برای فریب سیاسی افکار عمومیه به خصوص غرب. آقای احوازی خیلی مختصر بفهمید چه اقداماتی به عمل آوردید حزب تضامن دموکراتیک احواز و بقیه تشکل‌های مثل حزب تضامن دموکراتیک احواز در عرصه بین المللی برای جلوگیری از اعدام عرب تباران ایرانی که اشاره کردید؟ بله سوال خیلی خوبی کردید. ما هم در کنگره ملیت‌های ایران فدرال و هم کلیه سازمان‌های مدنی حقوق بشری و به اصطلاح زنان و کسانی که در حوزه‌های مدنی دارای سازمان و فعالیت‌هایی هستند اعلامیه صادر کردیم و شخصیت‌های زیادی زیر این اعلامیه را امضا کردند در محکوم کردن همین اعدام‌ها و تبعیضی که متأسفانه هم به وجود میاد از طریق بعضی از سازمان‌های حقوق بشری که آزادی چند زندانی سیاسی در تهران آنقدر بزرگ کردن میکردن، اما هیچ حرفی از زندانیای سیاسی ملیت‌ها و اقوام ایران که حکم اعدام گرفتن و یا طویل مدت گرفتن رو به میان نیاوردن. من اجازه که بدید سریع این سازمان‌ها و احزاب و کمیته هایی که این اعلامیه را امضا کردن براتون میخونم. حتما بفرمایید. آره. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سازمان حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشر بلوچستان، سازمان حقوق بشر کرد در اروپا، اتحادیه خانواده فعالین در بند کرد، سازمان زنان کردستان ایران، مرکز زاکروس برای دفاع از حقوق بشر، کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران، فعالان جامعه مدنی اهواز، کمیته بین‌المللی علیه اعدام واحد تورنتو، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، آلمان، کمیته اقوام و ملل کانون دفاع از حقوق بشر ایران، نمایندگی های دفاع از حقوق بشر در ایران، عراق، سوئد، سوئیس، دانمارک، ترکیه، جمعی از زندانیان سیاسی در زندانهای بندرعباس، اهواز، سنندج، میناب، کرج و همچنین تعداد سازمانهای دیگه هم هستند که بعدها به این اعلامیه پیوستند و ما این اعلامیه رو به تمام سازمان حقوق بشر از قبیل امنست انترنشنال و هیومن رایت هم پیوست فرستادیم و در اون نوشتیم که متاسفانه هنوز بیش از صدها زندانی از اقوام ایران و ملیت ایران هستند که حکم اعدام و یا طویل مدت گرفتن، از حق ملاقات محرومن، از حق وکیل محرومن، شکنجه شدن، اما متاسفانه حرفی از اونا زده نمیشه. امنستی اینترنشنال مرکزش لندن هست که در واقع به امور زندانیان سیاسی محور اصلی کارش این هست رسیدگی میکنه و هیومن رایتس واچ که اشاره کردید اگر درست شنیده باشم این سازمان هم فرستادین نامه دیگه، درسته؟ بله و این هیومن رایتس واچ مرکز اصلیش در نیویورک هست. برای بینندگان عزیز توضیح میدم که باز در همین زمینه فعالیت میکنه، حقوق بشر، امور مربوط به زندانیان. آقای حسین بود، آمار دقیقی وجود داره چه تعداد زندانیان سیاسی در ایران، در بلوچستان هست که بخشی از ایران هست طبعا، چه تعداد داریم؟ چه تعداد بلوچ های نازنین ایرانی به خاطر افکارشون، نوشته هاشون و بلاگشون در زندان هستن؟
من نمیتونم هر وقت صحبت میکنم راجع به بلوچستان یا هر جایی صحبت سیستان بلوچستان میاد، سابقا این بود که خب افسانه ها شاهنامه بود در نظر آدم میومد، درست؟ و مردم منطقه به هر حال الان یعقوب مهرناد همیشه در جلو چشمم هست. بله، اول تعداد زندانیان سیاسی نه در ایران به طور دقیق معلوم هست، نه در استانهای دیگر و نه از بلوچستان، ولی ما میدونیم که اولا صدها نفر در بلوچستان گم شده و اصلا پدر و مادرشون اقوام خیشانشون نمیدونند که نه در کجا هستند، و این از اول انقلاب شروع شده و تا کنون هم ادامه داره. افراد رو میگیرند و میبرند و هیچ کسی بعد از اون خبر پیدا نمی کنه که اینا چی شدند. بعضی وقتها مردم میبینند که یک نفر رو گرفتند و برای همین کوشش میکنند که اونو شناسایی بکنند. در بسیاری از موارد میاند و در واقع تله میگذارند، در یک جایی یک فردی رو میگیرند و اونو میگیرند و میبرند و اصلا کسی خبر پیدا نمی کنه. بنابراین اولا صدها نفر در بلوچستان گم شده اند، صدها نفر دیگر هم زندانی اند. در یک مورد یکی از نمایندگان بلوچستان در مجلس گفت که 700 نفر در بلوچستان منتظر اعدام هستند. این چند سال پیش بود. همه به اتهام سیاسی که نیست. اون گفت که 700 نفر منتظر اعدامند. توضیح نداد که اینها به چه دلیل زندانند، ولی اینو دیگه کم و بیش الان ما میدونیم که به دلیل اینکه یک دیوار خیلی بزرگ میدونید در شرق ایران کشیدند، دو طرفش هم خندق هست، 3-4 متر ارتفاعش هست. الان تقریبا غیر ممکن هست که بین پاکستان و افغانستان. بنابراین برای یک شخص عادی تقریبا غیر ممکن هست که بیاد از این 4 متر بپره، از خندق این طرفی و اون طرفی بپره و قاچاق بکنه. این قاچاق ها رو مردم میبینند که دقیقا از اونجایی وارد ایران میشه که قانونی است، ولی مردم رو میگیرند، به هر حال متهم میکنند به مواد مخدر و بعدا هم اعدامشون میکنند. یه سوال من دارم، ببینید، متاسفانه ضعف انسانی است، هر چی که هست. این اتفاق در طول تاریخ بسیار افتاده در کشورهای اروپایی، یعنی زمانی که آلمان ها فرانسه رو اشغال کردن، خب بودن بسیاری که فرانسوی که همکاری کردن با نیروهای آلمانی در زمینه‌های مختلف بودن، تعداد زیاد. بله، حالا بعدها چه بر سر اونها اومد بعد از آزادی فرانسه، این طولانی است، درست؟ در کردستان ایران گروهی از کردهای ایران همکاری کردن با حکومت و همین الان هم همکاری میکنن. قاعدتا هم این افراد برای اینکه نشون بدن اعتماد حکومت مرکزی رو بیشتر جلب کنن، خیلی بیشتر از خود افراد حکومتی اگه شکنجه قرار بکنن شکنجه میکنن و آزار میدن، بهشون میگن جاشهای کرد. خب بین خودمون بیننده هم غریب نیستن، آیا چون این افرادی هم در بلوچستان داریم، سیستان بلوچستان، اگر داریم اون وقت واکنش بقیه مردم نسبت بهشون چیه؟ مدت ها چون این چیزی امکان پذیر نبود. کم کم یک تعداد محدودی رو در واقع خریدن، به این صورت من میگم که یه عده کوچکی وجود دارند، ولی تحت چه عنوانی اینو مثلا میگیرند و بعدن بهش میگن که اگر شما برید فلان شخص و فلان شخص بکشید ما شما رو اعدام نمی کنی. یک کسی دیگری رو میگیرند و متهمش میکنند به مواد مخدر یا این که اصلا قاچاقچی مواد مخدر هست، اونو میگند که ما تو رو به این تضمین آزاد میکنیم که بری با ما همکاری بکنی، در خارج از زندان جاسوسی بکنی، همراه افراد سپاه باشید و بلوچا و مبارزین رو بزنید. اخیراً جمهوری، ولی اینها به هر حال موفق نشد، کاری نکرد و به رژیم بلوچستان رو تحت سیطره رژیم قرار نداد.
در طول این یک سال اخیر رژیم یک فریب دیگری رو به کار برد و به این صورت که یه پول کلانی به هر بلوچی میده که بیاد و این خودش رو بسیجی بکنه، هم پول خیلی کلانی میده که نسبت به حقوقهای عادی دو برابر سه برابر حقوقهای عادی است و هم امکان و اختیار بهشون میده. تعدادی رفتند و پیوستند، ولی از همین هایی که رفتند و پیوستند ما میدونیم که تعدادی تفنگ ها رو برداشتند و علیه خود جمهوری اسلامی شروع به قیام کردند. آقای احوازی عزیز، این پرسش هست که با چنین شیوه هایی، با این شیوه هایی که مطالب اقوام ایرانی رو نادیده گرفت، جوان عرب تبار ایرانی رو پشت دیوارهای بسته محکوم به اعدام کرد، نازنینانی مثل یعقوب مهرنهاد رو از سیستان بلوچستان پشت دیوارهای بسته محکوم به اعدام و بعد به اعدام کنن و و و و و صدها بعد که چندین هزار، و با این شیوه ها حرف من این هستشی میشه حکومت ادامه بده یک حکومت این شیوه ها رو برای همیشه، یا نه ناچار روزی تغییر شیوه بده، واقعا این تغییری که صحبت میکنن واقعی بشه؟ ببینید، از قدیم گفتن در حتی در مباحث مذهبی هم آمده که کفر میتونه دوام بیاره اما ظلم دوام نخواهد آورد. این نظام جمهوری اسلامی هم خوب میدونه، به همین دلیل آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران هم سیاست رعب و نصر رو در پیش گرفتن، به این معنا که تا اونجا که میتونن سرکوب بکنن تا مردم رو بترسونن تا طلب هویت و یا خواسته ای را نداشته باشن از نظام. طبعا این سرکوب ها هر چقدر که شدید باشه نمیتونن تمام مردم ایران رو سرکوب بکنن و روزی مردم ایران به شکل های مختلف قیام خواهد کرد و این حکم تاریخه. این چیزی نیست که دست من و شما باشه، چون دنیا عوض شده الان ما در یک دنیای زندگی میکنیم که اطلاعات ثانیه‌ای از این شرق به غرب کره زمین میره و مردم از بقایع مطلع میشن، چنانکه در ایران الان مردم تقریبا از به همه چی واقف هستن، میدونن علل بدبختشون چی هستش، میدونن که در رأس سر ادامه قرار گرفته. اما در سوالی که از آقای حسین ما پرسیدی در رابطه ما یک بومی هم بخواد اقدام بکنه و بکشه و با همگام با نظام و سپاه و وزارت اطلاعات، امر عادیه. ببینید، من اضافه بکنم به صحبت حسین با غیر از اون چیزی که حسین گفته، مثلا در اقلیم ما اهواز آمدن شغل نمیدن به جوانان، یعنی اینا نمایندگان حتی شهر خود اهواز و اقلیم هم اعلام کردن بارها، در جرائد هم مطبوعات هم آمد، وقتی بهشون کار داده میشه خود به خود اینا خب دوچار گرسنگی میشن، دوچار ضعف مالی میشن، دوچار خانواده دارن، خواهر برادر پیر مریض، اینها رو از این لحاظ دفتر تنگنا قرار میدن و بعد شروع میکنن به کار کردنشون با هم تکشن، پول زیادی میدن و بتونن از اینا استفاده بکنن برای خبرچینی. این معموله، اما خب تعداد بسیار کمه، ولی سوء استفاده از وضع گرسنگی مردم میکنن و این از در ماده 14 به اصطلاح معاهده بیرون ملی از قباحت ترین و بدترین شیوه ها میشن، مردم مجبور به اعمالی بکنن که برخلاف حقوق اولیه خودشون هستش. آقای احوازی، من خیلی مختصر توضیح تفسیر شما، نگاه شما رو میخوام به این که حکومت ایران اگر اومد به شما گفت که آقا، یا در جایی در همین سازمان ملل گفت چنین نیست، ما حقوق اقوام رعایت میکنیم، نمونه کاملش آقای علی شمخانی، ایشون رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هست، عرب تبار ایرانی است، اگر یه همچی چیزی رو در جای گفت شما چه پاسخی خواهید داشت؟ بله، من میخواستم ادامه بدم و برش آقای شمخانی برش. خیلی کوتاه اگه بفرم. بله، ببینید، آقای شمخانی خانی الان رئیس امنیت ملی و میدونیم که شورای امنیت ملی تحت کنترل بیت رهبریه و سپاه در نفوذ داره، یعنی آقای شمخانی اولا یکی از مارهای نظام هستش، این هیچ وقت فراموش نکنیم. براتون اضافه بکنم، اضافه بر این که شما گفتید، آقای سید محمد جواد موسوی، کسی که همین حکم بچه های عرب رو اعدام کرده صادر کرده، هم
یک عرب هستش. اما این دلیل بر این نیست که یعنی جزء مردم ایران نیستن، جزء نظام ایران هستن و برای به اصطلاح نجات نظام هر اقدام جنایتکاری انجام میدن. آقای شمخانه از موقعی که الان شوراشه و حتی در موقعی که وزیر دفاع بود در زمان انتفاضه اول در 2005 خود دستور سرکوب ها رو صادر میکرد. یعنی هیچ نوع تا این لحظه هم خواهیم دید، در آینده هم خواهیم، امیدواریم که ایشان طبق اون صحبت هایی که در مسجد اومد در شهر اهواز کرد بتونه به اصطلاح خواستای اقوامو از نظام بگیره، امیدواریم. اما به مانند سلف های خودش و به مانند آنچه که ما در 35 سال اخیر میدیدیم این هیچ تغییر و تحولات نخواهد داد. و آقای شمخانی هم یکی از مهرهای نظام هستش که برای حفظ نظام و موقعیت خود هر کاری رو که بر علیه منافع مردم باشه و از اون قبیل مردم عرب ایران باشه انجام خواهد داد. بسیار سپاسگزار هستیم از آقای یاسین اهوازی گرامی. با سپاس بسیار آقای حسین بور عزیز. نیمه دوم برنامه مهمانان دیگری خواهیم داشت، گفتگو خواهیم کرد با آقای محسن خاتمی و همینطور خانم گلاله شرفکندی، فعال حقوق زنان و عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان، در پرانتز ایران، چون دو حزب دموکرات داریم، این حزب ایران رو بلافاصله نداره، ما در پرانتز قرار دادیم که فراموش نشه کردستان ایران کردستان ایران است همیشه. با سپاس بسیار از شما عزیزان، با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. تشکر. سرزمین ما، برنامه ویژه از گروه تفسیر خبر رو پی میگیریم از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در نیمه دوم این نسخه سرزمین ما با من و شما هستند سرکار خانم گلاله شرفکندی، فعال حقوق زنان و عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان، در پرانتز ایران، و که از سوئد استکهلم از طریق اسکایپ با شما عزیزان خواهند بود، و در استودیو آقای محسن خاتمی، فعال سیاسی. خوش اومدید آقای خاتمی. با سلام به شما و تمام بیننده های تلویزیون ایران فردا و طبعا در سرزمین ما، و سلام به خانم شرفکندی. به اتفاق شما موافق هستین به سوئد بریم؟ حتماً. همراه شما من سهیم میشم در سلام به سرکار خانم گلاله شرفکندی گرام. سلام خدمت شما آقای چالنگی، بینندگان و شنوندگان برنامه شما و آقای خاتمی عزیز. خانم شرفکندی، چند روز پیش یعنی روز سه شنبه سخنرانی آقای حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی رو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شنید. همین این پرسش رو از شما نیز داریم که در این سخنرانی چه نکات مثبتی رو شما میدیدید، چون ایشون به عنوان رئیس جمهوری ایران به هر حال صحبت میکردن، به کرامت انسان احترام گذاشتن یکی از وجوه سخنرانی ایشون بود. آیا نشونهایی دیدید که کرامت انسان ایرانی کرد رو همیشون در درون مرز رعایت کنن، دولت ایشون که گامای نخست داره برمی‌داره؟ این سوال شما سوال سنگین است. اصلا اجازه بدید اشاره بکنم که ایشون در بحثاشون چند مطلب رو در حقیقت به گونه نقشه میتونم بگم تا حدودی گفتارشون فرق میکرد با گفتار مثلا آقای احمدی نژاد، یه مقدار ظاهر آراسته تری داشت و بسیاری از مفسران گفتن که سخنان ایشون بیشتر شبیه سخنان آقای خاتمی بود. به عبارتی ایشون مواردی رو من احساس میکنم به گونه این مثل معلم اخلاق در، یعنی خیلی کلیگویی کردن در مورد نفی خشونت، نفی افراطی‌گرایی و در مورد مسئله تحریم سخنانی گفتن. گفتن که تحریم نه تنها کسانی رو که قربانی تحریم شدن اذیت کرده، بلکه به خود شما ضرر رسونده، به بازارهای اقتصادیتون از نظر اقتصادی براتون مشکل ایجاد کرده. بعد در مورد مسئله های دیگه ای از جمله این که
دخالت در مسئله سوریه رو به عنوان خشونت ایشون ازش نام بردن و به گونه‌ای سرزنش کردن از آمریکا، سرزنش کردن آمریکا رو در مورد دخالت در امور سوریه. و جالب اینه که کسی مثل من باید بپرسه که ایران در حقیقت نیروهای سپاه در حال حاضر، نیروهای سپاه یا بسیج در خود سوریه دارن همکاری میکنن توی سرکوب، آیا این خشونت حساب نمیشه از نظر آقای روحانی؟ ولی اگر مردمی که مورد حمله شیمیایی قرار گرفتن و در چنین مواردی مثلا دولتی مثل دولت آمریکا موظف بدون خودش رو که در مواردی که سلاح شیمیایی استفاده شده لازم باشه اکثر عملی نشون بده، اینها رو به عنوان خشونت ایشون در نظر میگیرن؟ به عبارتی یعنی یک با مداهوه است، اگر موردی دخالت هست، خشونت هست، برای هر دو طرف قضیه باید همین قانون صدق کنه، نه اینکه برای موردی مجاز باشه و برای طرف دیگری مجاز نباشه. به طور کلی ایشون از اعتدال گفتن که این اعتدال رو میشه مثلا به گونه مثبت دید یا مثبت تفسیر کرد، اما مهم اینه که ما صحبت هایی که از ایشون از آقای روحانی در طول تبلیغات انتخاباتی هم شنیدیم، بسیار قولهایی دادن در رابطه با رعایت بعضی مسائلی که حقوق حقه گروه های اتنیکی یا به قول شما اقوام و به قول ما ملیت هایی است که در اون تنوع و چارچوب ایران زندگی میکنن، اما اونها قول هایی بود که در حال حاضر خود ما منتظریم که ببینیم چه اندازه اون قول هایی که ایشون دادن عملی میشه. در حال حاضر نمیشه در مورد مسائلی که ایشان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد عنوان کردن نظر خاصی داد، چون چیزهایی که ایشون گفتن کلیگویی بود و از این کلیگویی ها تا عمل بسیار فاصل است. مهم اینه که ما در عمل ببینیم که چه اندازه این اعتدال و این تغییر و این خشونت پرهیزی رو و دوری گزینی از افراطی گرایی رو ما میتونیم در عمل از ایشون ببینیم. اما مهم اینه که در این حال که شما به سخنان آقای روحانی اشاره میکنید، برای من مهمه که همزمان به سخنان اوباما اشاره بکنم که در همون روز اجازه بفرمایید ما راجع به اوباما فعلا صحبت نمیکنیم، ببخشید عذر میخوام، چون موضوع برنامه ما بیشتر پرداختن به مطالبات اقوام ایرانی هست، در جستجوی اون هستیم، حتما برخواهیم گشت و این پرسش رو مطرح خواهیم که مورد بود حتما راجع به اوباما نیز صحبت میکنیم. و حرف من این هستش که شما به هر حال الان زمان آیا به اندازه کافی هست که ببینید نشانه های مثبتی در رفتار کردار بنیادهای دولت آقای روحانی برای فرض کنید همین مسئله محکومیت بیش از 20 تن از شهروندان کرد ایران به اعدام، آیا اقدامی میبینین، نشانه ای که باز بشه درها، معلوم بشه اتهامات چی هست، کاملا عادلانه محاکمه بشن هر متهمی از جمله این عزیزانی که به اعدام محکوم شدن؟ ببینید در مورد این که من قضاوت کلی بکنم شاید کمی زود باشه که بتونم قضاوت کامل بکنم، اما آنچه در همین فاصله کوتاه به ما نشون داده اینی که سخنانی که آقای روحانی ازش به عنوان اعتدال دارن اسم میبرن، همین انتخاب لغت اعتدال به معنای این هست که ما نباید انتظار تغییرات اساسی رو داشته باشیم، یعنی یه چیزای قرار یه مقدار معتدل تر بشه. بله، خود هم مسئله که ایشون در مورد مثلا به عنوان مثال در مورد حجاب معرفی در مورد صحبت کردن و الان میبینیم که برخوردها در مورد حجاب باز دوباره مثل سابقه یعنی تغییری نکرده. در نتیجه من خیلی انتظار ندارم اگه ایشون در مورد حقوق یادگیری به زبان مادری چیزهایی رو در زمان تبلیغات انتخاباتی گفتن، من انتظار ندارم الان که مدرسه ها باز میشه خیلی آسون و خیلی راحت ما ببینیم که توی برنامه درسی بچه ها هست که میتونن زبان کردی یاد بگیرم. در نتیجه در مورد مسئله اعدام خیلی جدیدتر هست. خانم شرف کرد بفرم، من فکر نمی کنم که ایشون قدرت رو داشته باشن که در حال حاضر این تغییر اساسی یا بنیادی رو به ویژه در سیستم قضایی، چون می دونید مسئله اعدام ها تا حدود زیادی مربوط به قوه قضایی است و قوه قضایی به عبارتی خیلی هم زیر نفوذ یا کنترل آقای روحانی نیست. در نتیجه من بعید میدونم این مسئله رو که شما باید. بله قطعا قوه قضایی ظاهرن جداست، قوه همه اینا درست هست، اما به عنوان یک مسئول و ارتباطات ساختاری که در ساختار جمهوری اسلامی وجود داره
میشه اقداماتی کرد ایشون خواستار این بشه که عادلانه محاکمه بشه هر متهمی، کمان که در آستانه سفر آقای روحانی به نیویورک چندین زندانی سیاسی اون هم در مرکز در تهران آزاد شدن. آقای خاتمی، پرسش من این هستش که شما به اعتبار اینکه بینندگان ما کاملا در جریان هستن که شما سالیان سال در کنفدراسیون دانشجویی و دانش آموزان ایران بودید پیش از انقلاب، مهمترین تشکلی که علیه نظام پیش از انقلاب به قول اعضاش مبارزه میکرد و حاصلش هم به هر حال هرچی شد دیگه مورد بحث ما فعلا نیست، در اون زمان نگاه تشکل دانشجویی کنفدراسیون به مسائل اقوام ایرانی چه بود وقتی توجه کنیم که شوروی هم وجود داشت در اون زمان؟ ببینید جناب شالنگی، کنفدراسیون مسئله اقوام که بعد از 28 مرداد به هر صورت پوشش کرده بود، یا حالا به قولی ملیت یا اقوام، برای من اسم مهم نیست، اون محتواش واسه من مهمه و شکلی که اصلا معرف این ماجراست مهم هست، این است که اینا زیر سرکوب بودن و بعد به تدریج این مسائل مطرح شد. در کنفدراسیون خارج هم ابتدا به ساکن چیا زیر سرکوب بودن؟ ببخشید، همین اقوام و یا ملیت ها و اینا بعد از 28 مرداد، اینا همشون به اسم تجزیه طلب و اجنبی و این حرفا، خلاصه نوکر اجنبی و اینا زیر سرکوب بودن. از این واقعیت نداره. چرا مثلا اجازه بفهم نه اجازه ببینید مثلا آذری ها زیر کدوم سرکوب بود بعد از 28 مرداد یا عرب تبارهای ایرانی زیر کدوم سرکوب بودن؟ در منطقه کردستان اگر مسائلی وجود داشت، سرکوبی وجود داشت، لزوماً بعد از 28 مرداد نبود، قبلش هم بود، در زمان قاضی محمد بود و بقیه. یا ترکمن‌ها بعد از 28 مرداد کجا زیر سرکوب بودن؟ یا بختیاری‌ها مثلا؟ به حرف من قشقایی‌ها اینا بودن زیر سرکوب بودن مثلا؟ زیر سرکوب بودن؟ نه نه، همه اقوام که شما می‌فرمایید اقوام مختلفی هست. من اجازه بفرمایید سوال من مشخصا این هست، نگاه کنفدراسیون چه بوده؟ بله، به تدریج کنفدراسیون به علت اصلا اوضاع واقعی ایران، جامعه ایران و این شکل بندیش و حضور بچه های اقوام یا ملیت های مختلف در کنفدراسیون باعث شد که به این مسئله بیشتر عنایت بشه، توجه بشه و شروع شد این ماجرا. و حتی گروه های، البته میگم مثلا جبهه ملی با خیلی سرسخت مخالف مسائل، حتی در حد اقوام هم مخالف بود، بیان اقوام که اصلا معنی نداره. من یادم در یک بحثی همین آقای حسن حبیبی که تازه فوت شدن، ایشون در پاریس اصلا میگفتن اقوام یعنی چی؟ ما نداریم، میگفتن گویش های فارسی، گویش های ایران، یعنی در این حد بود. منتها خب اونها هم به تدریج موازیشون عوض شد و طبعا بچه های چپ خیلی زودتر، بچه های که گرایش چپ داشتن زودتر به مسئله ملیت های ایران اشاره کردن. اونم چیزای تاریخی داشت، مثلا حتی اسکناس هایی بود و ما دیدیم روش نوشتون ما زمان قاجار ممالک محروسه ایران، یعنی در این حد شروع شد که اینها دارای حقوق. یعنی چی ممالک محروسه؟ یعنی امپراتوری ایران یا ممالکی که در ایران حصار شدن، یعنی در ایران. نه نه نه، منظور من اینه، چون خیلی از دوستانی که صحبت میکنن این تازگی ها رواج پیدا کرده که اشاره میکنن به این که در ایران ممالک محروسه نامیده میشد، این همون فدرالیزمه. بله، بله. اصلا اینطور نیست، اصلا به هیچ وجه ممالک محروسه یه جور ملوک و طوایفی بود که خوانینی بر اونجا حکومت میکردن. فدرالیزم مفهوم جداست، یعنی شما مثلا ممالک متحده آمریکا رو با ممالک محروسه قاجار مقایسه کردن بسیار فرق می‌کنه. طبعاً روشنه که اجازه بدید من یه روشن بکنم، این حرف شما کاملا بجاست، منتها من در چارچوب و قالب ایران اون روز دارم صحبت می‌کنم که هنوز این مسائل به این شکل که شما توضیح میدید که طبیعتاً فدرالیسم سوئیس. بله بله، چون این روزا خیلی دارن میگن. نه نه، میخوام بگم که چون یادمون نره، اجازه بفرمایید، چون یادمون نره تمام فرمان روایان یا مثلا در عرض کنم خدمتون والی فارس یا هر جایی که بود از تهران تعیین میشد در زمان قاجار. یه شازده قاجاری میومد یه پولی میداد به مرکز، اونجا رو میکرد تیول خودش،
حکم میگرفت والی سیستان و بلوچستان میشد، والی جاهای مختلف میشد، کردستان. برمیگردیم حتما به این که در زمان نقش شوروی رو هم جویا خواهیم شد، اما برگردیم به استکهلم. خانم شرفکندی عزیز، الان اگر به شما فرصت بدن که در سازمان ملل متحد به جای آقای روحانی صحبت کنید، آیا در ارتباط با اقوام ایرانی چه خواهید گفت؟ در مورد مطالبات مردمان کردستان چه خواهید گفت؟ ببینید، این که ایران یک مملکتی است، یک جغرافیایی است که در این جغرافیا تنوع‌های زندگی می‌کنن و این تنوع‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شن و به صرف این که دارن تقاضای حقوق ما میگیم ملی و به قول شما حالا اتنیکی یا قومی، یعنی از اون حقوق اصلی و اولیه و انسانی خودشون رو تقاضا میکنن، مورد آزار و اذیت قرار میگیرن به عنوان زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی، علاوه بر اون مواردی که به خاطر نقض حقوق بشر به طور کلی در سرتاسر ایران هست، ولی اینا مشمول مجازات بیشتری خواهند شد و به رسمیت نشناخت خواستهای انسانی. خانم شرفکندی جان بفرمایید. نه صدا قطع وصل میشه، من باید بگم این یه معجزه فنی است، آقای خاتمی میتونن صدای مهمانای ما با اسکاپ قطع وصل میشه، وقتی من اسمشون رو میبرم دوباره صدا خوب میشه. بفرمایید. بسیار عالی. همین مسئله ای که در قرن 21 شما هنوز بخواید که واحدی تفسیری یا تعبیری تون بیشتر از این که یک واحد واقعی باشه، یعنی واحد واقعی باید نشان دهنده این تنوع باشه و قرار نیست کسی به صرف این که متفاوت از من فکر میکنه مجبور بشه که مجبور بشه که دروغ بگه و تقیه بکنه و به خاطر حفظ جان خودش اعلام برای از چیز واقعی سیاسی و تمایل احساس تعلق اون به ملت و حقوقی است که نمیشه ازش گذشت بکنه. و در کنار همین اینها، وقتی ما داریم از حقوق این کسانی میگیم، از این تنوع میگیم، در این حال فراموش نخواهیم کرد که اون واحد جغرافیایی ایران که این تنوع ها هم درش زندگی میکنن، در صورت وجود داشتن دموکراسی در اون طبیعی بهره‌مند خواهد شد و واحد موفق‌تر و پر افتخارتری در جامعه جهانی خواهد بود. در توجه سازمان ملل بود عطف کردن به این که تنها مورد یا مسئله اصلی ایران رو باید برنامه هسته ایش نیست و نباید باشه و اون چیزی که باید جهانی بهش توجه بکنه حقوق بشر هست در جایگاه اول، این پیام اصلی میتونست من باشه توی یه همچین مجموعه. خب آقای خاتمی، محسن عزیز ما، به صحبت این هستش که ایشون هم اشاره کردن، این برنامه اتمی ایران واقعا تا چه اندازه مسئله حقوق بشر در ایران رو تحت شعاع قرار داد، به خصوص حقوق اقوام ایران؟ ببینید، این دو تا مسئله است که شما مطرح میکنید. یکی مسئله این جام زهره که یادتون باشه به اتفاق هم رسیدیم در کنگره پراگ که آقا ممکنه این یه جام زهری هم سر بکشن، منتها نه به این شکل، بلکه خیلی شکل آبرومندانه که حالا اسمش گذاشتن دفاع قهرمانانه یا یه همچین چیزی. بعد توی نامه بود اونجا خونده شد، اینا یک بازی رو شروع کردن، یک سناریو رو شروع کردن. آقای چیز سپاه مداران میان میگن میزنیم علمی کنیم بل میکنیم. آقای خامنه ای دفاع قهرمانانه رو صحبت میکنه، یه سناریوست. آقای روحانی نرمش قهرمان، نرمش قهرمانانه. بعد آقای روحانی میاد با همون البته واضح و مبرهن و آشکار است و هر هیچ کس پوشیده نیست رو با شکل دیگه میده. اون حرفا رو که آقای چیز حرفاشو توی سینی حلبی میذاشت، آقای احمدی نژادیشو توی سینه نقره گذاشت. حالا این بحث ارزیابی صحبتشون میجه خود من میخوام بگم در عرصه بین المللی، ببینید شما تجربتون زیاد هست، در عرصه بین المللی این همونطور که خانم شرفکندی اشاره کرد، این مسئله حقوق، مسئله اتمی ایران تا چه اندازه توجه بین المللی رو به حقوق
اقلیت های ایران، ملت ایران، مردم ایران. من داشتم همین مسئله رو دنبال میکردم. مقدمه ارزیابی چون وقتی اون کم ببین میخواستم همینه بگم که این یک بازی را شروع کردن که راجع به اتم که در این زمینه بعدشون نمیاد عقب نشینی هایی بکنن دوست. ولی یعنی این که یکی دو تا مسئله است. یکی مسئله اسرائیلی که خود اوباما به صراحت گفت ما از اسرائیل دل نخواهیم کرد. تأمین بکنن مسئله امنیت اسرائیل در منطقه، ایران یه مقدار از دست اندازی های خودشو در همسایه ها کم بکنه و مسئله اتمی رو هم گردن بذاره. ولی اینجا دیگه حقوق بشر به ایران پوهم میده یا داخلیت به خودت و رسما هم گفت ما هیچ قصد براندازی نداریم. حالا من نمیدونم همینطور که شما مطرح کردید حقوق اقوام یا ملیت های ایران کجای این ماجرا قرار داره. ببینید الان زندانیان کرد در معرض اعدام هستن. الان عدنان حسن‌پور روزنامه نگاری که مدت 7 سال زیر خطره، تمام اینا هستش، یک کلمه اینا صحبت نشد، یک کلمه صحبت راجع به اینا نشد. بیش از 20 کرد محکوم به اعدام هستن. یعنی اینا دارن بازی میکنن که اون مسئله رو مثلا بپوشونن روشو مسئله حقوق بشر در ایران و حقوق بشر تابع مسئله اتم و دخالت در امور چیز امنیت اسرائیل نباشه. ولی واسه مردم ایران تو این ماجرا هیچی نیست آقای چالنگی. نه یک چیز سنی، یه استاندار سنی شما من نشون بدید، بنا کلنگ یک مسجد سنی ها در یک چیز یک حجره کوچیک سنی در تهران زده بشه، اینا من نشون بدید. چیز دیگه از من چرا میپرسید؟ نشون بده. آخه شما صداتون رساتر آقای چالنگی. نه من به شما اینجا تریبونیست پرسیده میشه، بارها مطرح شده که اهل تسنن در پایتخت کشورشون مسجدی ندارن هیچ، و این پرسش از شما مرکز نشینان تهرانی های پرسیده شد. دوستان دیگه ای آقای منفذزاده، چرا اقوام ایرانی نمیتونن در پایتخت کشورشون با لباس محلیشون وقتی میان مورد نگاه های توان با تمسخر قرار میگیرن؟ متاسفانه این رو با چون مسئله اقوام در ایران فقط منحصر به اقوامی که اسم میبریم نیست، مشکلاتش ریشه هایی که هست از کجا هست، مرکزیت ساختار حکومتی در ایران هست یا نیست، اینا بحثایی است که حتما نگاه می‌کنیم. جای بمب اتم دموکراسی مطرح می‌شد که ما به همین چیزا می‌رسیم. خانم شرفکندی عزیز، کمتر از یک دقیقه وقت داریم، فهرستوار آیا میتونید به ما بگین حزب دموکرات کردستان ایران در پرانتز که اقداماتی برای نجات محکومین به اعدام کردهای ایرانی محکوم به اعدام برداشته، چه اقداماتی عمل کرده برای جلوگیری از این اعدام ها؟ اجازه میخوام قبل از این چند مورد رو مطرح کنم. من عذر میخوام چون وقتمون خیلی کم، 2 دقیقه کمتر. ببینید روحانی فرق میکنه با اونای قبلش، روحانی جایگاهش مشخصه، اصلا روحانی حاصل معامله است که اومده. روحانی در این موقعیت عقب حامل پیام عقب نشینی است، ولی عقب نشینی مصلحتی برای چی؟ برای خریدن زمان، برای خریدن قدرت مالی و تجهیزاتی که ایران بهش احتیاج داره چون الان در موضع ضعف قرار داره. حالا کردها کجای این برنامه قرار دارن؟ دقیقاً هیچ جای این برنامه قرار ندارن، به خاطر همینی که اهمیت مسئله اتمی این مسئله حقوق بشر رو کاملا تحت تاثیر قرار داده. موردی که خیلی برام مهمه بهش اشاره بکنم تو همون یه دقیقه شما اینه که ببینید یه سری مسائلی که از جمله هویت کرد بودن من هست، موردی است که قابل معامله مصالحه با آقای روحانی نیست، ولی مواردی رو مثل چه میدونم آموزش زبان مادری، نمیدونم این آزادی این زندانی ها یا بعضی مسائل از این قبیل، مسائل حاشیه‌ای یا سیاست های کوتاه مدت یا بلند مدت، یعنی یه چیزهایی است که میتونه قابل تغییر، قابل مذاکره هست و اینها رو باید جدا کرد از مسئله هویت ملی که قابل مذاکره و مصالحه و معامله نه تنها با روحانی بلکه با جامعه بین الملل هم نیست و در حال حاضر گوش جامعه بین الملل شنوا نیست برای شنیدن این پیام، ولی روزی در مقابل واقعیت قرار میگیریم. ما واقعیت رو شاید چندین سال انکار بکنیم، ولی این واقعیت رو نمیتونیم حذف بکنیم و این واقعیت وجود داره و این صدا شنیده نمیشه. زندانیان چون همیشه سعی بر این بوده که همه رو توی یک نرم قرار بدن و تفاوت‌ها رو انکار بکنن، و نه جامعه جهانی و نه ایران میتونه از تفاوت این، از انکار این تفاوت‌ها بالاخره زمان بخره، یه روزی در مقابل واقعیت قرار میگیره. در مورد آزادی این زندانیان سیاسی و حزب دموکرات، حزب دموکرات هم مثل بقیه
احزاب سیاسی کرد سعیش در برملا کردن این مسئله دست و گرفتن از جامعه بین الملل برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی و از جمله این زندانیان همیشه در برنامه کاری در دیدارهاش و در مجامع بین المللی که امکان حضورش وجود داشته همیشه یکی از برنامه‌هاش بوده و از طریق ارتباط گرفتن با فعالین جوامعی که در اروپا باهاشون در تماس هستیم همیشه توی یک عنوان بسیار سپاسگزار هستیم سرکار خانم گلاله شرفکندی گرامی و سپاس بسیار آقای محسن خاتمی عزیز که در استودیو با من و شما بودند. به پایان این برنامه سرزمین ما میرسیم با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز توچال سند و سبلان و رامانات و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. بچی گا مرو با گریتا کشامیرین بتیزار زرتا ہے سانی کلم پرت که گشتی بالا ارسانی و کلم پرت که گشتی بالا مرواره گسید نا سب تک که گوشتی بلے که بی تو باوے واگی چینی ماہی که ماتا گوشتا من واگی چینون ماہونے که گوشتی واتی آس کی گردنے ہو بلے پھر بند وحی یا محمد سرور سلام آخری پیغمبر سلام یا محمد سرور سلام آخری پیغمبر سلام مائے گروشوں مثل اتنے سول کامات ملتیت نہیں مائے دروشوں مثلیت نہیں سول کامات ملتیت نہیں یا شفیع محشر سلام آخری پیغمبر سلام